بینندگان گرامی یو اس ایران تیوی، اجازه بدید که از تهران بزرگ در استودیوی بازگشت میدیا به شما سلام کنم و روز بخیر بگم به هممیهنانم در سراسر جهان. من جلیل مرتضوی هستم. امروز سه‌شنبه 4 مرداد 1401 خورشیدی و برابر است با 26 جولای 2022 میلادی. امیدوارم در هر جا جهان بر وسیله که ما رو میبینید و یا صدای ما رو میشنوید حال همه شما عزیزان خوب باشه و با خیال راحت و در سلامتی کامل این برنامه رو دنبال میکنم. ما در سلامتی کامل نیستیم خودمون، ولی امیدوارم شما هستید. دیروز، یعنی از 2-3 روز پیش، من یه گلو دردی گرفته بودم، یعنی نه زیادم اونجوری نبود، تا اینکه دیروز یه دفعه تب کردم و اینا همه ترسیدن که نکنه کرونا اینا. خلاصه این دختر برادرم اصرار کرد که حتما منو ببره کلینیک. گفتم بابا چیزیم نیست، حالم خوبه. گفت نه تب داری. خلاصه ازشون اصرار رو از ما نه، خلاصه گفت بالاخره زورم به بابام نمیرسه ولی به تو کی میرسه. خلاصه هیچی، ما رو کشون. شب بود دیگه، 9:30 شب اینا، برد یک کلینیک شبانه روزی اینجا. دکتر منو معاینه کرد و تمام گرفت که آره، گفت علائمی هست، نمی ممکنه کرونا باشه، ولی ما زودتر اقدام میکنیم که به اونجا نرسه. آقا منو همونجا خوابوند، 2 آمپول، یه دونه سرم، بعد یه دونم نسخه داد که از فردا ادامه بدم. آقا از اون موقع تا حال من حالم خوب شده. الان صدام یک کمی هنوز هست چون دارم قرص آنتی بیوتیکم میخورم. ببین اینجور معالجه ها ما در امریکا نداریم، چون شما زنگ میزنیم اونجا، اول تلفنی باید صحبت میکنن، دوران کرونا دارم میگم، و اونجا به هیچ وجه دوستم، جایی که من هستم دیگه، بوستون، من وقتی راجع به امریکا حرف میزنم فکر نمی کنم که هیچکی به اندازه من اطلاعاتش در مورد امریکا باشه. هر کی میخواد من دوست دارم باش مناظره کنم، چه اونایی که تو امریکا زندگی کردن، چه اونایی که اونجا بودن حالا اینجا هستن، در هر شبکه‌ای راجع به امریکا، مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حتی پزشکی. من پزشک نیستم ولی اطلاعات بنزه کافی دارم. در امریکا دوستان آمپول نمیزنن به کسی، نمیدونم چرا. بعضیا میگن به خاطر اینکه شرکت‌های داروسازی میخوان همون دارو بخورن، چون اکثر کارشناسا میگن که داروهایی که آدم میخوره معمولاً 70% این آسید معده از بین میبره، 30%. من بارها به شما گفتم یکی دو تا دوستایی دارم، یکی در نزدیک کانادا، یکی در مکزیکو، تو نیو مکزیکو زندگی میکنه، بغل مکزیک. ماهی یه بار برای اینکه آمپول بی کامپلکس بزنه میره 80 مایل رانندگی میکنه، میگه مکزیک. همونجا میگیره، خیلی هم ارزون، میگه با 3-4 دلار آمپولو میزنه برمیگرده. ولی در امریکا میگه هیچکی این آمپولو نمیزنه. یادم میاد یکی کتابی نوشته بود، یه پزشکی در خود اروپا تصمیم گرفته برای معالجه بیماری های سرطان. آقا ایشون آمپول ویتامین سی بالا میزده. اکثر آدمایی که ایشون معالجه میکرده حالشون خوب بوده. آقا یه دفعه این پزشک میگیرن، میبرن دادگاهی میکنن، میندازن زندان 4 ماه. ازش قول میگیرن که هرگز این کار نکنه. یه دوستی ایشون کتابی نوشته بود در برنامه سراسری جورج نوری که دوستا باش آشنا هستن، از امریکا توی لس آنجلس پخش میشه و در 500-600 رادیو امریکا هم ریلی میشه، شب ساعت 12 تا 5 صبح. اونجا توضیح میداد، میگفتش که چون این صنعت 200 میلیارد دلاری سرطان باید زیر نظر اینا باشه، شیمی درمانی، رادیوتراپی، به هیچ کی اجازه نمیدن که با تزریق چیزای دیگه اینو خوب بکنه. این یک گرفتاری در غرب هست، چون همه نهیدی سناتور سندرز تفلک تمام دوران انتخاباتیش همینو میگفت، میگه ما از تمام کشورها چند برابر خرج میکنیم برای بهداشت سلامتی، ولی آدمای ما در بدترین وضع هستند. چون میگه برای اینکه این صنعت دست مافیاست، مافیای پزشکی، همون شرکت های داروسازی.
خلاصه آقا اونو زدیم و اومدیم تمام شد. الان هم حالم خوبه و صدا ممکنه یک کمی چیز باشه، ولی واقعا وقتی من میگم پزشکای ایران همیشه معجزه میکنن، اینا یکی از نمونه هاست. برای همینه که خیلی از خارج دارن میان با من در تماسن، خیلی هم اصلا منو نمیشناسن، میان اینجا برای جراحی های سخت و سنگین با کمترین هزینه بهترین نتیجه، چشم پزشکی، نمیدونم عمل قلب. خیلی هم از کشورهایی، اولا شما برید اینجا بیمارستانان از کشورهای اطراف ایران اصلا صف اونجا. این برای من خیلی جالبه، البته باعث افتخار هر ایرانی باید باشه، اگر باعث افتخار نیست اون دیگه ایرانی نیست. و ما دوستان صحبت از پزشکا گفتم و آخرین برنامه ما را که یه پزشک خوب عزیز شنیده بود، دکتر بهرامی جراح مغز اعصاب، که من از اینجا درود میفرستم، ایشون هم داوطلب شده که هر موقع درمانگاه آبادان درست شد ایشون هم میره به طور رایگان جراحی های مغز اعصاب اونجا انجام میده، که سپاسگزارم از دکتر بهرامی. و اما یه چیز دیگه دوستان خدمتتون بگم قبل از اینکه بپردازم به تاکر کالسن و حسن نصرالله، اونا رو دارم جلو میده، فکر نکن یادم نمیده، بعضی عجله دارن ولی در ایران نباید میگه عجله کنید. ما هم دوست داریم همه چی دو ثانیه به شما بگیم، ولی چیز زیاده، مطالب زیاده. بعضی از من انتقاد میکنن، اونایی که چی به نفع من چی علیه من فوش مینویسن، از اون هفت لغت استفاده بکنم و پاک میکنم، چون قوانین FCC اجازه نمیده، این یوتیوب میذاریم. ولی اونایی که انتقاد میکنن به شکل سیاسی اجتماعی، من نوکرشون هم هستم، زیر برنامه هم می نویسن که من مشکلی ندارم. یکی مطلبی نوشته بود که میخوام شما بدونید، واقعا ما در گذشته هم یکی دو تا از این آدم ها داشتیم. این آقا می نویسه که آره بعضیا برای اینکه خودشون نشون بدن میان کارهای انسان دوستانه انجام میدن و میخوان حالا پوز بدن یا هر چی. بعد نوشته بود که آخه با 2 میلیارد که نمیشه کلینیک درست کرد، پیتزا فروشی هم نمیشه درست کرد، خجالت بشه آقا این چه کاری. خب من برای این آقا، چون محترمانه نوشته بود، منم محترمانه میگم با این حرف بزنم، میگم دوست عزیز، ما چندین مدرسه ساختیم و به نتیجه هم رسیده، برو چک کن، برنامه ها رو درست گوش کن. سیستان، بلوچستان، منطقه محروم، چندین مدرسه ساختیم. در همین آبادان یه مدرسه دخترونه در منطقه محروم آنچهر آماده است، بهره برداریش از همین سال تحصیلیه و الان هم این درمانگاه رو شروع کردیم. ما تا الان بیش از 3.5 میلیارد تومان جمع کردیم. تو برنامه رو خوب گوش نمی کنی، مشکل شماست. ببین ما گفتیم 2 میلیارد دیگه باشه تا ادامه بدیم به این پروژه، چون پروژه داره بزرگتر میشه، بعد این پروژه بشه به یکی از بهترین کلینیک های اونجا و همش هم رایگان خواهد بود. من احتیاجی نیست که به این کار پوز بدم، شما نمیفهمید، مشکل شماست. اون شخصی که از ایتالیا 10.5 میلیون تومان فرستاده، اون چه پوزی میخواد بدن؟ اصلا اسمش هم نمیخواد بدونی تو یا کسانی دیگه. اونهایی که دارن این کار میکنن از همه کشورهای جهان دارن تماس میگیرن، حساب میخوان که چجوری این پولو. و اما دوستان حالا که صحبت شد، همین آقا تا الان 1 تومانی برای هیچ پروژه کمک نکرده، ولی ماشاءالله هر چقدر دلت میخواد حرف مفت زیاد میزنه. آقا شما کمک کردید قربون شکلت، برو پیکارت، چی کار داریم میکنیم؟ شما 200 تا شبکه ایران ستیز داری؟ خب برو با اونا حال کن قربونت، احتیاجی نیست که اینجا بیایی خودتو ناراحت کنی. ما این کلینیک رو شروع کردیم، مطمئنم به کمک ایران دوستان این کلینیک درست میشه و شما خواهید دید. حالا در همین رابطه یار بسیار وفادار ما مهین صمدی که تازه هم
پدرش فوت کرده، یه پیام میفرستاده، فکر کنم ایشون هم جواب شما رو میده. عرض ادب و احترام خدمت شما و سارا خانم عزیز، خیلی بزرگواری کردین، ممنون پیامی که در برنامه دادین و از همدلی شما، همراهی شما سپاسگزارم. آرزوی سلامتی برای شما دارم. در مورد هزینه درمانگاه این نکته خدمتتون عرض کنم، مبلغی که ما 5 میلیارد تعیین شده بود برای ساخت درمانگاه برای متراژ 800 متر درمانگاه بود، الان این متراژ دو برابر هم بیشتر شده، یعنی 1700 خودی متر مربع شده و هزینه ما تقریبا دو برابر هستش، یعنی ما حداقل نیاز به 8 میلیارد 9 میلیارد داریم. خب دوستان، از کسی که از نزدیک با این برنامه درگیر این والوه پیامیشون رو شنیدید، امیدوارم این دوست ما به عقل بیان، حالا خودشون کمک نمیکنن، خسته نکنن خودشون. خب دوستان، یک انتقادی هم من شده بود که چرا من مقاله پت بوکنین رو مطرح میکنم، میگه خجالت بکش، میگه از یکی پرسیدن نمیدونم شاهدش کنه دو متر نمیدونم فلانه. من نمیفهمم ایشون یا پت بوکنین رو نمیشناسه یا اصلا جزی اون ایران ستیزای به قول معروف یا آتشه که هیچی حالیش نیست، نشون میده فکرم از نایی که هیچی حالیش نیست. آخه بگو مرد که دونگ، پت بوکنین آدمی بود که رئیس امور ارتباطات کاخ سفید بود زمان رانو ریگن، خودش کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهد دو سه بارم شد که برنده نشد. در دوران بسیار جوانی ایشون دستیار پرزیدنت نیکسون بود. ایشون وقتی حرف میزنه از تاریخ داره برای شما کوت میاره، میگه که بایدن حالیش نیست اینجور چیزا را. ما قبلن در سال 1979 قرارداد بستیم، تبدیل کردیم سیاستمون رو در ارتباط با تایوان، گفتیم آقا تایوان از نظر ما مال چینه، ولی هر موقع به این تایوان کسی اذیت کنه ما کمکش میکنیم از خودش دفاع کنه، ما نمیتونیم بگیم که ما میخواییم به خاطر تایوان بجنگیم. و همین زمان نیکسون هم شروع شده، آغاز رفتن نیکسون به چین هم به همین شکل بوده. اینو شادروان اردشیر زاهدی چون خودش اون موقع اینوال بود حتی میگفت به شاه ادوایز داد که با چین رابطه برقرار کنه، کشور بزرگی فلان از این حرفا. بنابراین تو وقتی نمیفهمی، من حرف خودمو که ندادم، میگم آقا پت بوکنین داره به بایدن میگه این کارهایی که تو کردی، روسیه حمله کرد به اوکراین، تحریک کردی، خب حالا چه نتیجه گرفتی؟ تو که نمیتونی به خاطر اوکراین بری بجنگی، اوکراین ویران شده، تورم ایجاد شده، تو اگر به فکر مرزهای اوکراینی، به فکر مرزهای امریکا باش، از جنوب امریکا این همه خارجی وارد میشه، این همه گرفتاری به وجود میاره، چرا مرز خود تو نگهداری نمیکنی؟ حرف پت بوکنین بود. ضمناً پت بوکنین دوست من نیست، اگه نمیدونی بدون، پت بوکنین بر علیه همه ما خارجی هست، اونایی که تو امریکا زندگی میکنن، سیتیزنن، هرچی، میگه خارجی باید برن، امریکا برای امریکایی هاست و ما نباید بذاریم هیچ خارجی بیاد اینجا اذیت بکنه، هر که پول داره میگاره بیاد اینجا بزنس و اینا هیچ اشکال نداره، ولی غیر از اون کسی دیگه نیاد، چون اگر ما بذاریم خارجی وارد امریکا بشه، امریکا رو دیگه نخواهیم شناخت، امریکا از دست ما میره. حرف پت بوکنین، تو اگه اینا رو نمیفهمی، نمیدونی، برو بخون و بدون، آدم نفهم. خب در مورد این کتاب که در رابطه با لبنان و حسن نصرالله هستش صحبتی خواهم کرد، ولی حالا که روی این دون کار میکنیم بد نیست که تاکر کارلسون رو بگیم، چون خوراک ایشون هم باید باشه. دوستان، تاکر کارلسون مقاله‌ای نوشته، یعنی دیروز تفسیرش کرده، اون تفسیرش تبدیل به مقاله میشه، امروز در سایت فاکس تیوی چاپ شده، امروز منظورم سه شنبه 26 جولای 2022، برید بخونه. میگه در امریکا، اینو تاکر کارلسون میگه، مرد شماره یک فاکس تیوی، خیلی با این
مقالهایی که در رابطه با مسائل امریکا می نویسه هم میگن الان تاکر کارلسن برای جمهوری اسلامی کار میکنه. حالا نمیدونم که کار میکنه یا نه، ولی مقاله هاش شده خوراک جمهوری اسلامی. ولی مقالهش درسته، این در مورد کشورش داره حرف میزنه تاکر کارلسن. anyway، تاکر کارلسن می نویسه که هر سال در امریکا 100,000 نفر بر اثر استفاده بی‌رویه مواد مخدر میمیرن. 100,000 نفر. میگه اینا کیا هستن؟ میگه اینها همینایی هستن که در ساختن امریکا نقش بزرگی دارن. ساختنش منظورش کارگر. اینها از منطقه محروم کشاورزی دهات از اونجا میان. خب این کارگرا میگه شما هرچی میخورید مصرف میکنید توسط اینها به دست شما میاد. خب و میگه اینها هم آدمایی نیستن که رفتن تو خیابون مواد خریدن، قاچاق استفاده کردن، ابدا. میگه اینها مریض شدن، درد داشتن یا هرچی، میرن پیش دکتر، دکتر این نسخه را به اینا داده، اکسی کاندنت، همون شرکت داروسازی فارما که راجع به صحبت کردم ما تاکر کارلسن اونا را ده میگه. این همه دست یهودی هاست تا خانواده سکلو. میگه اینها، این داروساز ها، شرکت های داروسازی برای همین داروهای مخدری که درست میکنن، اول پزشکی ها را خریدن، گفتن آقا این داروها خیلی خوبه، اینا تجویز کنید، زود همه درد از بین میره، خیلی عالی. میگم ولی هرگز به دکترها نگفتن که این داروها معتاد میکنه مردم، نگفتن. دکترها هم که خب به اینا پول میدن، جایزه میدن، خیلی چیزا. دکترها ملکی نمینویسن که اگه یه چیزی گیریشون نیاد این کارو نمیکنن. خلاصه میگه دکترها هم اینا رو چپ و راست تجویز کردن، مردم معتاد شدن، اینقدر خوردن چون اینا خطرناکه. بر اثر همین داروها هر سال 100,000 نفر، آمار رسمی تاکر کارلسن میگه، نرید باید بگید که مرتضوی شما نوکر جمهوری اسلامی. بابا جون تاکر کارلسن، اگه من نوکر جمهوری اسلامی، تاکر کارلسن ارباب منه. برو همین فاکس که شما هستید مقاله تاکر کارلسن بخونید، این ارباب شماست، منم مخلص تاکر کارلسن. خلاصه تاکر کارلسن در پایان اینو با تعجب مطرح میکنه، میگه در زمانی که کمالا هریس، اون موقع که نامزد بود، آقای بایدن در دوران نامزدی ریاست جمهوری، میگه اینا عربده میکشیدن که ما فردا رئیس جمهور بشیم، تمام این شرکت ها را میبندیم، اینها را تو دادگاه محاکمه میکنیم به سزای اعمال خودش، اینا پدر بچه های ما را در آوردن، همه اینا. گفت من میخوام به شما بگم، اینو تاکر کارلسن میگه، وقتی پرزیدن بایدن انتخاب شد، نه پرزیدن بایدن و نه کمالا هریس یک کلمه در مورد اینکه پدر اینا رو میخواستن در بیارن حرف نمیزنن، انگار اصلا این حرف گفته شده، در صورتی که همه اینا موجوده با صدای خودشون. گفت من تعجبم اینه این همه آدم در امریکا کشته میشه، تا الان یه دونه از مدیران این شرکت های داروسازی که این دارو رو در اختیار دکترها و مریضا قرار دادن و اونها را کشتن، یک دونه شون نه محاکمه شده نه زندان رفته. میگه جالبه که مواد اولیه این دارو از چین داره میاد، ما از چین دارو مواد اولیه وارد میکنیم، این شرکت های فارما، این شرکت معروف سکلو فاملی که 8-9 میلیارد هم قراره که جریمه بدن، ولی مدیرانش ابدا، میلیاردها دوران به جیب زدن که میتونن 8 میلیارد جریمه بدن، دیگه نه دادگاهی میشن نه هیچ. تاکر کارلسن میگه متاسفانه وضعیت کشور ما اینه دوستان. خب دوستان برگردیم به دبیر کل حزب الله لبنان حسن نصرالله. حسن نصرالله دیروز یه تهدیدی کرده و گفته که تا زمانی که لبنان نتونه آزادانه از مناطقی که مربوط به خودشه نفت و گاز استخراج بکنه،
هیچکی نمیتونه، حتی اگر بشه وارد جنگ بشیم. این تهدید رسمی حسن نصرالله در مصاحبه که با تلویزیون المدائن انجام داده، تلویزیون حزب الله، و این بازتابی گسترده پیدا کرده. خیلی ها تو همین شبکه های ایران سیتیز، این دیگه واقعا یک ظلمه، دارن تحریف میکنن، میگه آره اینو ایران تحریک کرده، ایران دستور میده، پولشون ایران میده. یا حزب الله لبنان نمیشناسن یا با این تاریخ آشنا نیستن، ولی من براشون راهنمایی میکنم این کتابو بخونم. من این کتابو دو بار خوندم، امروزم یه نگاهی بهش کردم قبل از این برنامه. کتابی هست همین یکی دو سال پیش چاپ شده به نام Black Wave که فکر کنم ترجمه فارسیش میشه موج سیاه. این کتاب توسط خانم کیم هاتاس که یک روزنامه‌نگار بسیار با سابقه لبنانه که در امریکا زندگی میکنه، ایشون نوشته این کتابو. حالا ببینید چی میگه. من یکی دو تا چیز پیدا کردم تو این کتاب، میخوام براتون بگم. کتاب خیلی قطوریه، بریم بخونیم. هر کسی میخواد تاریخ منطقه رو بدونه، از اوضاع سیاسی منطقه یاد بگیره، ببینه در طول تاریخ چی بوده، چی شده، به کجا اومده، این کتاب کیم هاتاس رو باید بخونه، موج سیاه. میگه، ببین چی میگه. میگه در سال 1979 سه اتفاق مهم در منطقه اتفاق افتاد. در سال 1979 سه اتفاق مهم در منطقه اتفاق افتاد که از هم یا هیچ ارتباطی به هم نداشتن، یا همه مستقل اتفاق افتاد. یکی انقلاب اسلامی در ایران، دومیش اشغال اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی افغانستان، سومیش حمله عرب‌های تندرو به کعبه که کعبه رو اشغال کرده بود. یادتون باشه. میگه این سه اتفاق باعث شد که تمام ماجرا از همین‌ها شروع میشه که چی جوری تونستن اتحاد شوروی رو بیرون کنن فلان. میگه از همون موقع در طول 40 سال اتفاق چهارم تا الان ادامه داره و اون هم رقابت بین ایران شیعه و عربستان سنیه. میگه هر کدوم اینا میخوان با توجه به موقعیت خودشون رهبری جهان اسلامو در منطقه بگیرن و تا الان ادامه داره. میگه که خیلی جالبه که بدونید که حزب الله لبنان چیز تازه ای نیست که ایران درست کرده باشه، کمک کرده باشه، ایران به وجود آورده باشه. ابدا. میگه بعد از اینکه پیامبر اسلام فوت میکنه، از همون دوران اول جریان علی و امام حسین مطرح میشه، اولین شیعه در مدینه بوده، دومین گروه شیعه در لبنان بوده. دوستان برمیگه همون موقع ایران هنوز هیچ خبری نبود، این خانم داره مینویسه، همه هم اینو میدونن، ولی این خانم خیلی ساده توضیح داده که حزب الله در لبنان، شیعه به طور کلی در لبنان، دومین منطقه که شیعه رشد کرده در لبنان بوده و اینا آدمای فقیری بودن، کشاورزی میکردن، بچه هاشون وقتی بزرگ می شدن به شهر می رفتن، اونجا هم کارهای کارگری، تو رستوران ها کار می کردن، نمی دونم واکسی بودن، در کفش مردم واکسی بودن، خلاص همه اینا. گفت اونا اجازه نداشتن در این کارهای مهم دخالت کنن، ولی شیعه را نگه داشتن. هنوز ایران شیعه نشده بود. اونایی که این شبکه های ایران ستیز دنبال می کنن، آره ایران. حالا یه چیزی خیلی جالب اتفاق افتاده در همین کتاب موج سیاه، خانم کیم هاتاس به خوبی اینو توضیح میده. میگه بعد از ورود امام خمینی به تهران، برای اینم باید بگم، برای این کتاب این خانم واقعا زحمت کشیده، با هزاران نفر تو خیابونهای قاهره
تهران، لبنان، از اون ور رفته پاکستان، در خیابان‌های 4-5 شهر منطقه با هزاران نفر صحبت کرده، چه کارشناس چه آدم معمولی، تغییر تحول زندگی انسان‌ها، خانواده، همه اینا رو تو این کتاب بده. حالا ببین چی میگه. میگه که از وقتی که امام خمینی وارد ایران شد، انقلاب ایران پیروز شد، دنیای عرب خوشحال شدند، چون تا اون موقع حزب الله لبنان، گروه‌های فعال سیاسی در قاهره، در مصر و جاهای دیگه خوشحال شدن، میگن الان حرکت ما رهبری پیدا کرد. تا اون موقع رهبر نداشتن. با اومدن امام خمینی تو این کتاب، همه این کتاب اینا نوشته، ولی این خانم خیلی خوب توضیح داده، میگه اینا رهبری امام خمینی باعث شد اینها کارهای مهمتر انجام بدن و برن برای حفظ آداب و سنن و فرهنگ و مذهب خودشون و نمیخواستن که زیر سلطه غرب بمونن و چیزهای غربی که بجز برای به دست آوردن منابع آنها، منابع طبیعی آنها بوده، چیز دیگری نبوده. همین رو جارو کردن انداختن و این انقلاب اسلامی باعث شد. ولی اینکه یکی میگنم حزب الله شیعه را ایران نخه، اینا قبلا بودن و همیشه هم زحمتکش بودن، زحمتشون هم جواب داده. ولی الان حسن نصرالله میگه آقا هیچ که نمیتونه بدون اجازه ما در منطقه نفت، یعنی منطقه که بین ایران، لبنان، اسرائیل هستش، میگه حتی شده وارد جنگ میشه برای منافع کشورش. حرف بدی زده، شما خودتون قضاوت. خب دوستان، سپاسگزارم از محبتتون. اگر میخواین در این پروژه درمانگاه شرکت کنید، پول بدید که هر چیزی این درمانگاه رو ما تموم کنیم، ممنون میشم. از پزشکان خوب و عزیزم که میخوان اسم نویسی کنن در آینده به طور رایگان در این کلینیک مریض های مورد نیاز جراحی کنن، باز هم از اونها هم سپاسگزاریم. به هر حال فقط و فقط با کمک شما این کار میشه و من یقین دارم و یقین داشته باشید که 100% این کار رو خواهیم کرد. مطمئن باشید، اطلاعات بیشتری در آینده به شما خواهم داد. برای سپاسگزارم از اینکه حوصله کردید. تا برنامه بعد، همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.